در ادامه خبرها از ایران، اما سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با صدور بیانیه خواستار آزادی فوری روزنامه‌نگارانی شده که به صورت خودسرانه بازداشت شدند. رضا امینی مدیر دفتر ایران و افغانستان در این سازمان میگوید جلوگیری از آزادی مطبوعات و دستگیری روزنامه‌نگاران هیچ کمکی به برچیده شدن فساد در ایران نمی‌کند. در این بیانیه ضمن اشاره به روزنامه‌نگارانی که اخیراً دستگیر شدند، از جمله مسعود کاظمی، صبا آذرپیک، اجلال قوامی و کاظم ایمانزاده، این گونه برخورد با روزنامه‌نگاران را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط آنان شده. اما برای بررسی بیشتر این خبر و خبر دستگیری روزنامه‌نگاران، شهرام بهرامی در استودیو امر ماست. شهرام، اتهام این افراد که بازداشتن که ازشون نام بردیم چه بوده؟ معمولا اتهاما افشار یه چیز مشخصه، در واقع نشر اکاذیب به در واقع قصد تشویش اذهان عمومی. این اتهامی که داره تقریبا همه روزنامه‌نگارا در نظر میگیرن، اگرچه همیشه هم به طور واضح مطرح نمیشه اتهامات. مثلا در مورد دستگیری مسعود کاظمی، خبرنگار سابق روزنامه شرق و سردبیر فعلی ماهنامه صدای پارسی، هنوز هیچ چیزی اعلام نشده. مامورا ریختن توی خونه‌ش و خودش رو با لپتاپش و هارد و یه سری وسایل با خودشون بردن، از محل بازداشتش هم هیچ خبری در دست نیست. صبا آذرپیک هم که خب به مدت کوتاهی دستگیر و بعد آزاد شد، اتهامش هم در واقع این بود که در آستانه رأی اعتماد مجلس با آقای شریعت مداری برای وزارت کار یه سری مدرک مبنی بر فساد در دوران وزارت ایشون بر وزارتخونه صنعت معدن و تجارت رو رو کرده بود. اجلال قوامی هم که 8 ماه حبسی که براش بریدن به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاریه و همون اتهام تشویش نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. کاظم ایمانزاده روزنامه‌نگار دیگه‌ای که در خودت خوندی در خبر که سنندجی هست، همشری آقای قوامی، اونم به همین اتهامات در واقع در مرحله دادگاه قرار داره. پویان خوشحالم که خب خیلی‌ها می‌دونن روزنامه‌نگاری بود که در آستانه اربعین یه گزارشی نوشت راجع به سفر به اربعین و از واژه درگذشت به جای شهادت برای امام حسین استفاده کرد و به همین خاطر هم دستگیر شد. البته عالی‌ترین مقام رژیم جمهوری اسلامی معتقده که هیچ کسی در اون کشور به خاطر ابراز عقیده و افکار تحت فشار قرار نمیگیره و آزادی بیان کاملی وجود داره. ببینیم. امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت هست مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفت. و این تناقض رو بالاخره در عملکرد حکومت ایران به چشم میبینیم و خب کسی هم البته به گردن نمیگیره. سپاسگزارم.